سلام، سارا هستم از پرژین وار جوایز فارسی در لندن. با یکی دیگه از مسابقات پرژین وار جوایز فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، خانم ساحل. خانم ساحل متولد 1365 در تهران به دنیا اومدن و ایشون از 15 سالگی وارد عرصه رقص شدن. حدود 20 ساله که در این حوزه فعالیت میکنن و به رقص از گذشته دور علاقه داشتن، ولی از سن 15 سالگی رقص رو به صورت جدی شروع کردن. ایشون مؤسس بنیانگذار آکادمی آوای ساحل هستند و به شیوه و طراحی‌های خاص و متفاوت خودشون در دنیای رقص فعالیت می‌کنند. خیلی خیلی خوش اومدید خانم ساحل. خواهش می‌کنم بفرمایید. درود بر شما خانم سارای عزیز. امیدوارم که خوب باشید. درود به همه بینندگان عزیز. امیدوارم که هر جا که هستن حال دلشون خوش باشه و سلامت باشن. زنده باشید. خیلی ممنون که امروز وقت عزیزتون در اختیار من قرار دادید. خانم ساحل عزیزم، اگر بخوایم شروع کنیم از این که لطفاً یه بیوگرافی از خودتون کامل بفرمایید، در ارتباط با این که چطور شد اصلا وارد عرصه رقص شدید و در طی این 20 سال فعالیتتون به چه شکلی بوده؟ خیلی هم عالی. چشم. من ساحل هستم، همونطور که گفتیم 35 سال سن دارم و خب از بچگی مثل همه خانوم ها و دختر خانوم ها که علاقه من به دنیای رقص و رقصیدن بودم و خیلی توی آینه موقعی که می رقصیدم خیلی فضای کلاس داشتن و مربی بودن و همیشه از بچگی احساس می کردم، تا اینکه یه فرصتی پیش اومد، تونستم که یه سری کلاس ها رو توی ایران شرکت کنم و حالا اونا رو ادامه بدم و به طور جدی از 15 سالگی وارد دنیای رقص بشم. یعنی آموزشتون رو از آموزش به شاگردانتون از سن 15 سالگی شروع کردید یا نه فقط به عنوان اینکه مسیرتون رو از 15 سالگی وارد دنیای رقص شدم و آموزش دیدن رو شروع کردم؟ پیش اساتید آموزش دیدن رو شروع کرد. بسیار هم عالی. بعد توی این 20 سال فعالیتتون به چه شکل بود؟ یعنی بعد از اینکه آموزش دیدید به چه شکل وارد عرصه آموزش شدید؟ بله حتما میگم بهتون. توی این 20 سال رو که توی این چند دقیقه نمی گنجه بخوام همش رو بگم. ولی میتونم مختصر مفید و کوتاه بگم اون چیزایی که فکر میکنم که اصل باشه. بله. و مهم باشه آموزش دادنه، این که برای یه هنری، چیزی که دوست داری، یه چیزی که عشقته، یه چیزی که علاقته، بخوای که دنبالش کنی، بخوای که توش شکوفا بشی، بخوای که توش رشد کنی، حتما و قطعا برای همه آدم ها زمان میبره و فکر میکنم که این قضیه فقط با یه پشت کار و اینکه عمل کنیم و جلو بریم اتفاق میفته. خب من چون عشق داشتم به این عرصه و به این هنر و همیشه از اولش هم که شروع کردم توی این هنر همیشه بلند پروازی میکردم و برای خودم ایده پردازی میکردم و سعی میکردم که اونها رو دنبال کنم، یعنی گلشون نکنم به امان خدا. این برام از هر چیز دیگه لذت بخشتر بودش. این که این ایده ها برای من میادش و من دارم اینا رو دنبال میکنم و خب یه مدتی به طور مرتب خب آموزش دیدم، خیلی جدی دنبالش کردم، تمرین های بسیار داشتم، تکرار های بسیار داشتم و هر چالشی که تو زندگی به وجود می اومد، هر اتفاقی که بود اونها بود، ولی این هم بود کنارش، یعنی رهاش نمی کردم چون توش خیلی مصمم بودم و تصمیم جدی زندگی بود و برام خیلی مهم بودش. به خاطر همین دنبالش کردم و اگر چند بار دیگه هم بارها باز به این دنیا بیام، باز هم همین عرصه رو میدونم که انتخاب خواهم کرد و دنبالش میکنم. بعد کم کم تصمیم گرفتم، البته با مشورت از مربیایی که داشتم و با تایید اونها، تصمیم گرفتم که خودم یه فضای آموزشی رو مهیا کنم، چون هدفم این بود که در کنار آموزشی که دارم میبینم بخوام یه فضایی رو فراهم کنم و این آموزش رو انتقال بدم به دختران و زنان سرزمینم. خیلی دوست داشتم که این هنر
جاری بشه درشون، این هنر دیدار بشه درشون و با این هنر زندگی کنن و این هنر بخشی از زندگی اونها باشه. و خب شروع کردم و از فکر میکنم حدود 7 سال پیش، خب دقیقا اگر بخوام بهتون بگم، آره تقریبا 7 سال پیش، 7 سال پیش یه سالونی رو مهیا کردم، فراهم کردم و آکادمی آبای ساحل رو تأسیس کردم. شروعش، استارتش کار آسونی نبود و اینکه بخوام بهتون بگم که خیلی کار راحتیه و اینکه وارد این دنیای آموزش که میشه، یعنی آموزش دادن، کاملا یه چیزی متفاوت تر از آموزش دیدنه و دنیاش فرق کنه. و وقتی که یه مسیری رو که میری توش، مثلا همین آموزش دادن، یه سری آگاهی ها، یه سری تجربه ها توی اون مسیری برات به دست میاد که خب به طب کارش رو هم خب بهتر و بهتر میکنه. من تجربه آموزش رو داشتم ولی تجربه آموزش دادن رو داشتم، بهترش رو بگم تجربه آموزش دادن رو داشتم ولی تجربه جای مستقل، فضایی که با مدیریت خودم باشه و اینکه بخوام خودم همه چیز رو هندل کنم، نه نداشتم و تجربه اولم بود و سعی میکردم که با کلاس هایی که میرم غیر از کلاس های آموزشی رقص، حالا کلاس های مدیریتی، کلاس های حالا خلاقیت و ایده پردازی، کلاس های حالا یه سری کلاس های چجوری بهتون بگم، حالت های مثلا مشتری مداری و این ها، سعی کردم که توی این زمینه تجربه کسب کنم و خودم رو رشد بدم و سعی کنم که با اطلاعاتی که دارم و تجربه‌ای که کسب کردم اینجا رو به قولی رونق بدم، اینجا رو بهش رشد بدم و مکان رشدی باشه برای دخترهای دیگه، خانمهای دیگه. خب این بیشتر برای من، ببخشید میتونم درست کنم دیگه اینا؟ خواهش میکنم. خب این برای من خیلی قشنگتر بود از این که خب توی این از اولی که شروع کردم، زمانی که خب خانما میومدن، دخترا میومدن، میدیدم که چقدر توی روحیاتشون، چقدر روی ذهنشون، چقدر روی فکرشون، چقدر روی حتی رفتارشون این رقص، حتی کم با یک جلسه کلاس، چقدر تاثیر میذاره و چقدر تاثیر مثبت میگیره و چقدر حالشون خوب میشه. و این برای شخص من از همه چیز قشنگتر بود. شاید یه مربی هدفش این باشه که هدفهای دیگه ای داشته باشه و هدف هر کسی محترم، ولی اینکه من میدیدم که اینقدر این فضا براشون پر از انگیزه میشه و پر از میل به رقص میشه، این منو از هر چیز دیگه خوشحالتر میکرد و میگفتم که خب حالا اگر که با یک آدم، دو تا خانم، 3 تا خانم این جواب رو گرفتم، خب میتونم که این رو گسترشش بدم و بیشترش کنم. و همون میل و انگیزه اونا و حال خوب اونا همیشه یه انرژی، یه سوختی برای من میشد، یعنی یه انرژی برای من فراهم میشد که من بتونم حالا اون ایده هایی که توی سرم هست و با شگردای خودم اونا رو پیش ببرم. مثلا یکی از حالا کارهایی که ما انجام میدیم، خب سعی میکنیم که خانما رو مثلا دعوت کنیم به اینکه دوره همی هایی داشته باشیم، توی طبیعت باشه، توی حالا فضاهای مختلف باشه، خب که بتونن این حرکات و این یکی شدن بدن با ذهن و با روح و با روان و همه اینا رو تو فضاهای مختلف تجربه کنن و بسنده نکنن فقط به یه محیط، یه جا، یه نفر. و این یکی از حالا کارهایی بود که ما کردیم. خب حالا کارهای دیگه که فکر کنم پیش بریم، من کم کم یادم میاد و بهتون میگم، دور خیلی زیاد شماره و سعی کردم که ایده هایی که میاد برام، یعنی خلاقیت هایی که دارم و سعیم برای بوده که اجراشون کنم، چون ایده رو اگه دنبالش نکنی میره، میاد یه سر بهت میزنه و بعد اگه نگیریش، تو دام نندازیش، میره. من سعی کنم که همیشه به کار بگیرمشون و فکر میکنم که
به خاطر همینم بوده که اینقدر توی این دنیا علاقه منتر و عاشقتر شدم موندم. خستگی و نمیدونم حالا یه سری بالا پایین ها تو همه کارها وجود داره، ولی اینکه بخوام هم یه مثلا بگم که برای نمیدونم برای یه اتفاقی بخوام بگم که نخواستم دیگه ادامه بدم یا این مثلا باعث شده که حال من توی این قضیه بد بشه، نه، همیشه به این نکات مثبتش نگاه کردم، یعنی همیشه خوباشو دیدم که این هم موتور انگیزه منو، به قول این موتور رو بگم بهتره، همیشه روشن نگه داشته که خدا رو شکر تا الان هم روشن بوده. خدا رو شکر. خیلی خوشحال شدم از این که اینقدر عاشقانه کار میکنید و وارد کاری شدید که همون کاری که همیشه دلتون میخواست، و این صحبت کردنتون نشون میده که بسیار علاقمند هستید و همین کمک کنه به اینکه خلاقیت های قشنگتری هم داشته باشید. بسیار تبریک میگم خدمت شما. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خواهش میکنم. خب میخوام ازتون بپرسم که تو این 3 سال اخیر خیلی شرایط بسته شد و به خاطر کرونا همه به دنیای مجازی رو آوردن، شرایط کاری شما به چه شکلی شد؟ خب شرایط کاری ما جوابه که خب مسلمه جواب همه است که بپرسیم همین جواب رو میدن. شرایط کاری ما هم دچار حالا چالش شد به قولی، ولی حالا ما با شرایطی که میتونستیم، حالا با تعداد محدود، نفرات محدود، حالا با وضعیتی که حالا اون آرامش فکری باشه برای نفرات که حضور پیدا میکنن باشه، ولی خب ما کلاس آنلاین همون توی این مدت مثلا خب رشد بیشتری داشت و ما سعی میکردیم مثلا یه سری کلاس ها رو حتی آنلاین به صورت رایگان برگزار کنیم که این جریان رقص، این دور رقص، این انرژی رقص باشه و قطع نشه. حالا مخصوصا تو دوران کرونا که به واسطه کرونا خیلی از خانوم ها، خیلی از حتی کسایی که کارمند بودن یا حالا شغلی داشتن، اون هم به واسطه کرونا خانه نشین شدن و همین که دیگه این تحرک هم که دیگه اگر نبود، حالا ما ورزش که جای خود، ولی خب به عنوان رسمی که با یه موزیک همراه باشه و یه حال خوبی باشه، یعنی دیگه فکر میکنم از واجبات بود که باید انجام میشد. و ما سعی کردیم که تشویق کنیم نفرات رو، تشویق کنیم مخاطب ها رو، تشویق کنیم خانم ها رو، تشویق کنیم دختر رو که حضور داشته باشن حتی به بهانه آنلاین. خیلی بسیار خوب حالا خوبی انجام میدیم جان. بسیار کار خوبی انجام میدید میگم. خب اگر عنوان کردید در مباحثتون که وقتی خانم ها شرکت میکنن در این کلاس ها به هر شرایطیه، چه آنلاین چه حضوری، شرایط روحیشون بهتر میشه، خواهم بدونم میدونید که الان توی دنیا خیلی اعتقاد دارن به این که از طریق رقص و موسیقی میشه درمان کرد مشکلات جسمی و روحی رو. خواهم بدونم تجربه شما چی بوده و آیا این قضیه فکر میکنید که صحت داره یا نه؟ به من اجازه بدین در این مورد نظر شخصی خودم رو بگم و نظر شخصی من بابت این که موسیقی، رقص به نظر شخصی من بله 100% اثرگذاره، به شرط این که ما اون رو باورش کنیم و این انرژی رو ما به اون بدیم. یعنی همیشه خب اینطوری نباشه که از هر چیزی ما بخوایم یه مصرف کننده باشیم، میدونیم؟ یه موقعی باید یه تولید انرژی بکنیم، یه فضایی که هستش، یه هنری که هستش، چه رقص، چه موسیقی، حالا هر چیزی که هست، چه نوازندگی حتی، خب یه انرژی ما هم نیاز هستش که سوار بر اون بشه که بتونیم اون نتیجه مطلوب رو بگیریم. یعنی منظورتون اینه که حس خود افراد هم باید مثبت باشه تا اینکه حس مثبت رو بگیرن از اون؟ دقیقاً حس این میمونه که چجوری براتون میخوام با یه مثال خیلی خیلی ملموستر بخوام بهتون بگم، شما فکر کنید مثلا دوتا هنرجو توی یه کلاس تو شرایط مشابه دارن آموزش میبینن، خب بعد ما میبینید که یه هنرجو هم از لحاظ آموزشی، حالا ما با آموزشش کار داریم، شما دارید بحث یا راجع به بود این که حال روحی خوب باشه داریم صحبت، توی موقعیت مشابه هست
حالا مربی داره یه آموزش رو میده، فضا یک فضای، چطور میشه که یک نفر حال خوبی داره و یک نفر اون حال خوب رو دریافت نمیکنه؟ من فکر میکنم انرژی درونی ماست، این انرژی شخصی ماست، اون تأثیر میذاره. اینکه من بخوام به این فکر کنم که خودم ناامید باشم که دیگه هیچی رو من تأثیر نمیذاره. خیلی از خانوما میان به ما میگن که خب ما کلن روش ثبت ناممون هم متفاوته، یعنی باید با خانم‌ها مشاوره داشته باشیم. اینطوری نیست بگیم که شما بفرمایید الان چه کلاسی برین و حالا ما میپرسیم که اصلا انگیزت چیه، چه رقصی دوست داری، چرا میخوای وارد این فضا بشی. یعنی یک کمی حالتی که با روحیاتشون آشنا بشین و حالا یه اول اینا رو روانشناسی میکنید. دقیقاً همینطور که شما انگیزتون چیه. یه نفر میاد میگه من میخوام لاغر بشم، هدفش آره. یه نفر میاد میگه که من دوست دارم یه رقصنده خوبی باشم، خیلی رقص رو دوست دارم. یه نفر میاد میگه دکتر به من گفته که اینا رو، چون تجربه بسیار دارم و بیشمار اتفاق میادن خانوما میگن، حالا بردارم که ببینن این صحبتهای ما رو حتما خودشون متوجه میشن و... آره از بحث خارج هستیم. یه سری میگم میگن که همسرم گفته برو رقص ایرانی دوست داره، من به خاطر همسرم اومدم. یه سری میگم میگن که دکتر به من گفته که رقص برات خوبه، برو رقص انجام بده. یه سری میگن خب من مشاور درمانی میشم و اینها. بعد خب گفتن که بهم حتما برو وارد دنیای رقص شو. همه اینها قشنگه، همه این هدف و همه اینها برای ما محترم. یه نفر میاد میگه من اصلا میخوام مربی خوبی باشم. خب که ما بدونیم که چه خطی رو، چه راهی رو باید با این هنرجو پیش بریم و چی میخواد اصلا از دنیای رقص. یه سری ها میان میگن ببین اصلا با ما کاری نداشته باش، ما اومدیم حالمون خوب باشه، آمدیم نگرفتیم دوست داریم توی این فضا باشیم، اون هم برای ما قشنگه و قابل احترامه، همشون قشنگه. ولی من کلا همیشه حالا یه سری مثلا دست جمعی میان مثلا ثبت نام میکنم، فامیلی میان، من همیشه نکته‌ای که خیلی برام مهمه و اینجا هم تاکید میکنم بهش اینه که توی دنیای رقص، توی دنیای هنر، هر کسی باید عشقش رو دنبال کنه. اون عشق چیه؟ من از خانم‌ها میپرسم خب چه رقصی رو خیلی مورد دوست داری، اولویتت، مورد علاقته؟ یکم فکر میکنه میگه همه رقصا رو دوست دارم. میگه حالا بخوایم مثال بزنیم، اوکی همه رقصا رو دوست دارم، منم همه غذاها رو دوست دارم. وقتی ازم بپرسن چی دوست داری برای درست کنی، میگم مثلا قرمه سبزی. خب حالا شما مثلا بین همه رقصات کدوم رقصی که وقتی میبینی اون وجده میاد سراغت، اون حال خوب میاد سراغت؟ مثلا میگه رقص آذری. میگیم خیلی خب پس شما علاقت آذریه. میگه بله. میگم خب ولی شما منو ایرانی ثبت نام کن. میگم چرا؟ میگه چون که ایرانی کاربردی تره. آره. و ما تا اونجایی که میتونیم توی این تایم مشاوره بهشون این آگاهی رو میدیم که اوکی با در نهایت تصمیم شماست، ولی ما به شما کمک میکنیم که شما حداقل میتونی که علاقت رو پیدا کنی. و توی هنر من به هم توی این همه سالی که دارم تدریس میکنم به هم ثابت شده که کسایی که علاقتشون چیز دیگه بوده و چیز دیگر دنبال کردن اصلا از اون دنیا اومدن بیرون و سرد شدن. من خودم اولین سبکی که انتخاب کردم و وارد شدم هیپ هاپ بود و هنوزم دوستش دارم و از انتخابم مطمئنم و هیچ وقت پشیمون نیستم، ولی خب رفتنش دارم کار کردم. ولی خب از هیپ هاپ بعدم رفتی توی وارد چیزای رقص کلاسیک ایرانی شدی؟ ایرانی، آذری، عربی، حالا هر رقصی که همش هستش. بله رقص عشق رو هم کار میکنم. بعد الان تمام سبک ها آموزشش توی آموزشگاه شما هست درسته؟ دقیقاً تمامی سبک ها. بعد اینکه خب اینا همش به مرور زمان اتفاق افتاده. بعد اینکه خب یا یه سری مثلا اینا چیزایی که چون خب ما مسائلی که باهاش مواجه میشیم و هستش و خب طبیعیه، این طبیعت کار ماست. مثلا خیلی ها میان میگن که
یه ماه را میافتم. بعد ما میگیم که باور کنید ما اینجا کلینیک نداریم آمپول بزنیم بفرمایید اوکی شدیم. واقعا دنیای رقص، دنیای هنر نیاز به صبوری داره، نیاز به عشق داره، نیاز به تمرین داره، نیاز به انگیزه داره و نیاز به تمرین و تمرین و تکرار و تکرار داره. و عشق باید حتما باشه. وقتی عشق باشه تمرین میاد، پشتکار میاد، انگیزه میاد، این تکراره میاد، یعنی میری بهاشو میپردازی، انرژی میاد، سختی هاشو قبول میکنی. اینو به عنوان کسی که واقعا عاشقه و براش اینا اتفاق افتاده دارم میگم، چون توی کار ما به تعب مثل همه کارها، چه بسا کار ما بیشتر سختی های خودشو داره، فضایی که فقط خانوم ها باشن مدیریتش اصلا کار آسونی نیست، ولی میشه که از پسش برمد، حالا با مدیریت هایی که داریم، حالا با تجربی که داریم، با حالا چیزهایی که آموختیم و دیدیم، سعی میکنیم که بهترین خودمون رو ارائه بدیم. حالا اگر هم کسی اومد توی مسیر ما نتونستیم با هم همراه بشیم، دلیل بر بد بودن اون آدم ها یا ما نبوده، دلیل بر این بوده که این انرژی ها یکی نبوده. هر حال من خودم مثلا میخوام برم یه هنری رو یاد بگیرم، انرژی اون مربی، حال هوای اونجا برام خیلی مهمه و من واقعا اینو همیشه توصیه میکنم همه جا. یه سری خانما خب تلفنی تماس میگیرن میگن میشه الان ثبت نامو میکنی؟ خب مثلا میگن تصمیمای هیجانی، خب ما میگیم که شما بیاین محیطو ببینین، شاید اصلا فضا رو دوست نداشتین، شاید با مربی اوکی نه، به هر دلیلی محترم بذارین که با دیده باز آگاهانه انتخاب کنیم. یعنی ما این شرایط رو میذاریم، مشاورامون هم که انجام میدیم اصلا هیچ هزینه‌ای بابتش نمیگیریم، هیچ هزینه‌ای نداره، یعنی کاملا بدون هزینه است که ما حالا میگیم اگر بنده خدایی و هر خانومی به هر دلیلی نتونست که با ما شروع کنه یا ادامه بده، ولی فضای رقص رو دنبال کنه، حالا جای دیگه، طور دیگه، هر طوری که خودش میدونه که باب میلش هست. بسیار هم عالی، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود. میخوام بدونم وقتی که خود ساحل در حال رقصیدنه چه احساسی داره؟ یه چیزایی مثل این که جواب این سوال برام سخت نیست، اینقدر جوابای متفاوت و احساسات شیرین نسبت به این قضیه دارم که حالا نمیدونم کدومش شروع کنم، ولی فکر میکنم که موقعی که میرخصم حسی که واقعا حس قلبی رو بهتون بگم، حس درونی رو بهتون بگم و حسی که واقعا برای من خوشاینده، اینه که من فکر میکنم که اصلا تو دنیای مادی نیست، تو دنیای مادی نیستم و این نفس هایی که برای من میاد، این در مدتی که میرخصم، این نفس هایی که برای من جاری میشه، برای من تک تکش قشنگ و مقدسه و بهش اعتماد دارم که حضور من توی این جهان یه حضور مادی فقط نیست و این روحه که به پرواز در میاد و این حالا توضیحاتی که ما از احساساتمون میدیم یه چیزیه که باید تو آدما اتفاق بیفته تا لمسش کنن، که من هر چقدر بخوام بهش بگم اوکی این حس شخصی منه، ولی خب یه سری هم میگن که چرا، جواب سوال یه سری نفراتون میگم چرا ما به اون وجده، به اون حاله که تو میگی وصل میشی، اصلا دیگه متوجه نیستی رو زمینی، چرا ما به اون نمیرسیم؟ به خاطر که ما حتی تو دنیای مادی هم هنوز درگیر ذهنیم، بعد تو دنیای رقص هم میاییم. یه چیز خیلی میخوام دوستانه به همه بگم اینجا که تو دنیای رقص بعد از اینکه خیلی خوبه مهارت داشتم، خیلی خوبه که آموزش ببینی، خیلی خوبه که خوب برقصی، نه همش خوبه، ولی باید تو دنیای رقص، تو دنیای هنر فقط بی ذهنی رو تمرین کرد به نظر من. هر چی بی ذهن‌تر خب رها‌تر،
هرچی بی‌ذهن‌تر حرکت‌ها قشنگ‌تر، هرچی بی‌ذهن‌تر این شعله رقابت و مقایسه و اینکه اون چرا زودتر از من پیشرفت، من چرا هنوز عقب بودم یا نمی‌دونم، این چرا اینطوری، من چرا اینجوری، اینا همش فروکش می‌کنه. بله بله. بهترین چیز که میتونم به عنوان تجربه بگم اینه که بی ذهنی رو بیشتر تمرین کنیم توی دنیای هنر، مخصوصا لکس. بله مخصوصا. بله دقیقا حق با شماست. واقعا فکر کنم وقتی که در حال رقص کردن هستید دیگه به قول شما باید از همه چی جدا بشی دیگه، یعنی اون اصطلاحا میگن دیگه فقط به این فکر کنی که داری یه کاری رو انجام میدی، وقت به خودت، به درون خودت، یعنی دیگه از همه چی باید فاصله بگیری. دقیقا. اصلا خود رقص نوع یک نوع مراقبه هستش که میتونه ما رو به اون بدنی که توش اومدیم داریم زندگی میکنیم، به اون نفس هایی که داریم میکشیم، به اون حرکت ها، به اون حالا اون تکانش ها، به همه اینا آگاه بشیم. همه اینا هستش. ولی خب همین بی‌ذهن شدن هم در لحظه در کوتاه مدت اتفاق نمیافته، نیاز اون هم نیاز به تمرین داره، اون هم نیاز به تجربه داره، اون هم نیاز به آگاهی داره. یعنی باید تاثیر همه این اشتباه ها باشه، همه این شکست ها باشه تا این قضیه اتفاق بیفته. دقیقا حق با شماست. خب میخوام بدونم، حتما میدونید که در کشور ما برخی افراد، همه افراد نه، برخی افراد تصورشون نسبت به رقص اینه که رقص یک کار جلف و ناپسندیه و چی کار میتونن رقصنده ها انجام بدن که این باورهای غلط تبدیل به درست بشه و ذهنیت مردم مثبت بشه؟ من احساس میکنم که این باز هم نظر شخصی من، در این مورد من میتونم به شما بگم که ببین یه مثال میتونم بهتون بزنم. این در مورد دنیای رقص صدق نمی کنه. تو دنیای بازیگری، تو دنیای مثلا خواننده ها، یا کسایی که مثلا رقص تو هنر رقص هستن، فعالیت دارن تو دنیای رقص، اینطوری بگم بهتره، از نگاه عام، از نگاه مردم ها به نظرشون که بازیگرا همه، رپرا همه، خواننده ها همه، رقصنده ها همه. خب چطور میشه که این فرهنگ سازی بشه که نگاه مردم مثبت‌تر بشه، نگاه آدما شستشو داده بشه، نگاه آدما قشنگ‌تر بشه به این دنیا و ازش استقبال کنن؟ به نظر من اینه که هر کسی تو اون دنیای هنری که هست، چه بازیگری، چه دنیای حرکات موزون، چه دنیای رقص، چه خوانندگی، چه دنیای رقص، اول اینکه بهترین خودش رو ارائه بده و بپذیریم که اون فضا، فضای بازیگری و فضای هنر، فضای شخصی اون آدم ها نیست. اینو با هم، اینا رو با هم قاطیش نکنیم، ببودیم، هیچ ربطی نداره. ما رقصنده هایی رو داریم و هستن همشون، همه، ولی اساتید بسیار محترمی هستن، اساتید بسیار آگاهی هستن، اساتید پر از عشق و آگاهی هستن و اصلا شما وقتی که باشون آشنا میشی یا در ارتباطی یا تو فضاشون قرار میگیری، اینه که میگم بهترین خودش رو هر کسی ارائه بده. همینم این ما فکر میکردیم مثلا دنیای رقص اینطوریه، پس هستن آدمایی که دنیا رو بهتر جلوه بدن. توی همه سنف ها بد و خوب وجود داره و اصلا بعد این بده باشه که خوبه دیده بشه، اوکی اینا قبوله، ولی اون کسی که این دنیا براش مهمه سعی میکنه که اون فضای اخلاقی که خوب باشه، فضای اخلاقی که انسانی باشه، فضایی باشه که شرایطش برای همه یکسان باشه و بتونه که خوب فضا رو یا اصلا یک نفر رو مدیریت کنه و بتونه اون حال خوب رو انتقال بده و جلوه‌گر اون هنر باشه. یعنی میگه این هنر اینه ها،
این هنر این همه قشنگی داره ها، این هنر این همه چیزای خوب داره. بعد این کم کم باعث میشه که این انرژی ها باعث میشه که اون همه اونها کنار بره. و خانم سارا من میخوام که مردم کشور ما اجازه بدین که یکم اینجا باهاتون مخالفت کنم، خیلی آگاه‌تر شدن نسبت به این دنیا و من کمتر میشنوم که حالا بگن بختانه بله. نسبت به قدیم مثلا اگر مقایسه کنیم مثلا 20 سال پیش واقعا دیدگاه‌ها خیلی تغییر کرده، یعنی من خودم به اینه دیدم. نه منظورم این نبود که همه مردم، اصلا قصد جسارت نداشتم، هنوز هم بین یه تعداد اندکی این تصور هست. منظورم این بود که مدلمون میخواد که رقصنده ها خیلی دارن فعالیت ها میکنن و بسیار کارشون سخته و خیلی مقدس و با ارزش کارشون با تمام تلاش هایی که دارن میکنن و مدل اون میخواد حمایتشون بکنیم. منظورم این بود که چیکار کنیم که رقصنده ها بتونن جایگاه واقعی خودشون رو به مردم نشون بدن. من به توصیه‌ای که میتونم به عنوان شاگرد کوچیک همه رقصنده هایی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن هم بگم که هیچ وقت ما نمیتونیم تو هیچ فضایی همه چیز عالی باشه و مستند باشه. ما میتونیم فقط تاثیر بگیریم. شما هر چقدر من اینو از این نظر گفتم که خیلی بهتر شده چون این جای شکر داره و این اتفاق مثبتیه، میخوام که از دید مثبتش نگاه کنیم، ولی از این طرف اوکی اینا هم وجود داره، ولی خب ما نمیتونیم همه اونها رو همه آدم ها رو قانع کنیم که این فضاها و این دنیا خوبه. نظر اونها فقط یک نظره و ما میتونیم که ازشون تأثیری نگیریم و بدونیم که اینها هیچ وقت این نظرات تمومی نداره. که توی این دنیا قرار میگیره، دنیای هنر، باید پذیرای یک سری از نظرات منفی، یک سری از حالا احوالات بد و منفی هم باشه. اینها رو هم باید بپذیره، یعنی برای اینها باید خودشان آماده کنه. این که صد در صد همه چی همیشه گل و بلبل اوکی باشه، نه، همچین چیزی واقعا توی دنیا و هیچ فضای کاری وجود نداره. آره این یکم حالت توهم داره. نه اصلا نه دقیقا حق با شماست، منم موافقم، منم دقیقا با شما موافقم که نمیشه همه چی عالی باشه، برای که این عالی بودن یه دنیای ماورایی میشه دیگه، دنیای واقعی نمیشه. چون ما داریم توی دنیای زمین زندگی میکنیم. ببینید یه مثالی بزنم. یه رقصنده‌ای که شما الان بهتری رقصنده است از نظر شما، شما تو ذهنتون تصور کنید این رقصنده میاد توی یه فضای مثلا با تعداد نفرات بالا شروع میکنه هنرش رو ارائه دادن. شما توی همون فضا میبینید، مثلا تصور کنید یه فضای 1000 نفره، توی 1000 نفر شاید 800 نفر جیم و دست و هورا، ولی 200 نفر اصلا بی‌تفاوت یا حتی نظرات منفی ابراز. این کاملا طبیعیه، مخصوصا دنیای هنر. هر چقدر این رو پذیراتر باشی ازشون راحت‌تر رد میشی و حداقل این که تأثیر نمیگیری و اون انرژی رو صرف خودت میکنی. دقیقا حرف شما درست، یعنی وقتی که تأثیر هم نگیرن میتونن تو کارشون با پشتکار بیشتری فعالیت کنن که از لحاظ روحی ضعیف نشن، که مثلا انرژی منفی بگیرن، احساس بد پیدا کنن، یعنی این کمک میکنه بهشون که قوی تر بشن. دقیقا، ولی احساس منفی هم اگه داشته باشن اون هیچ اشکالی نداره چون طبیعت ما آدم هاست، ولی اینکه توش گیر نکنیم، بیایم بیرون. اون احساس منفی هم نمیتونیم ازش فرار کنیم یا باش درگیر بشیم. چرا احساس منفی اوکی، به خاطر اینکه میدونم وجود داره و وجود خواهد داشت و از بین نمیره، ولی خب توش گیر نکنیم، حداقل آگاه باشیم و بیایم بیرون که اون فضا گیر نکنیم. ما الان مثلا تو حتی هنرجوهای بسیار مبتدی و پایه، حالا آموزشمون آموزش خاص و متفاوته، آموزش خاص خودمون هست که به هنرجو وقتی شروع میکنه از بیس از پایه بهش میگیم که در کنار آموزش رقص باش تمرین اعتماد به نفس در رقص هم میکنیم. شاید یک نفر تو فضای خانوادش، تو فضای کارش، تو فضای اجتماعی بسیار اعتماد به نفس بالایی داشته باشه، ولی تو دنیای رقص نتونه خودش اون شکلی که میخواد ارائه بده. دقیقاً. خب این اعتماد به نفس رو کنار این آموزش میکنیم. اون چیه؟ مثلا بهش میگیم که خودت رو آماده کن، اگر وقتی توی فضایی بعد از اینکه حالا یه مدت تای آماده شد دوره دیدی و ذوق داری، ذوق به نمایش گذاشتن هنر خودت رو داری، اگر یه جاهایی با یه نگاه اینطوری مواجه شدی حالت بد نشه ها.
تمرین کنین و پذیرا باش که شاید یک سری آدم اصلا با نوع رقص تو، اصلا با تیپ تو، با فضای تو اصلا حال نکنه. دقیقا چون من خودم این تجربه رو داشتم، همین صحبتی که شما فرمودین، مثلا یه رقصی رو انجام داده بودم و لباسم جوری بود که مثلا حالا دامن و بولیس پوشیده بودم. یکی از پیغامایی که دریافت کردم این بود که دیگه این لباس رو نپوشی یا یه لباس دیگه از این تنید کن، اصلا بولیس دامن بهت نمیاد. بعد اینقدر من اون لحظه مثلا دیدیم یه دفعه آدم یه حسی پیدا میکنه که مثلا خب چرا مثلا لباس من مگه چش مثلا یه دفعه یه جوری میشه آدم. بعد خب خیلی رو خودم فکر کردم و گفتم که من اون لباس رو دوست داشتم و پوشیدم و احساس خوبی هم باش داشتم در حین رقصیدن. خب یعنی به خودم گفتم که انرژی منفی رو بده بیرون. یعنی من واقعا حرف شما رو درک میکنم، میدونم که این اتفاق میفته واقعا تو دنیا. خیلی عالی. ما یه بار یه تجربه خیلی خوب فکر می‌کنم که به درد همه هم بخوره. یه مسابقه شرکت کرده بودیم خارج از ایران، مسابقه رقص بودش. بعد ما حالا یه سری داور که اونجا بودن و اینا من قبل اینکه ما مسابقه رو شروع کنیم، حالا شهادت روحیه دادن و اینکه بخوان مثلا با هم صحبت کنن و اینا که خب این استراب دلشوره استرسه و اینا کم رنگ تر باشه. خب این حالت هم که خب کاملا طبیعیه قبل از یه مسابقه که این همه آدم اومدن تو رو قضاوتت کنن، اومدن راجب به نوع حرکاتت و به نوع احساست و به نوع انرژی، به همه اینا میخوان امتیاز بدن. خب من از اونجایی که کلن خیلی این فضاها رو دنبال میکنم و تجربه کردن رو خیلی دوست دارم و خیلی ریسک میکنم، آدم بسیار ریسک پذیری هستم، خب این شرایطش رو برای خودم مهیا کردم و رفتم. اون روز داوری که اونجا حالا یکی از داورای مسابقه بود یه سوال خیلی قشنگ پرسید که واقعا یکی از درسایی شد که برای من. این قضیه مال چند سال پیشه. از من پرسیدم، ما پرسید اول از من سوال کرد که شما اومدی برای خودت برقصی یا برای کسی که تماشات کنن؟ و من واقعا حس قلبی مو گفتم تو لحظه، اول نفرم از من پرسید. بعد بهش گفتم که نگاه کردم یکم گفتم هر دوتاش. بعد گفتش که خب دقیقا میخواستم همین رو بشنوم. از بقیه پرسید، یه سری گفتن که حالا برای خودم، یه سری گفتن برای بقیه، خب اینا اوکی محترم. ولی این که شما گفتین راجع به لباس من نظر میدادن، خب این تو دنیای رقص خیلی زیاده، کامنت های زیاد، نظرات زیاد، انرژی های مختلف، افکار مختلف، نظرات مختلف، همه اینا وجود داره. خود من هم که تجربهشو دارم و اینها هنوز دچار چالش میشم و کمایی که حالا من بد میشه ولی ردش میکنم، هست، وجود داره. یعنی خود من رو نمیگم الان من 100% دیگه اوکی، هرکی هر نظر میده دیگه قربونتون برم مرسی، نه اینطوری نیست. من هم دچار این چالشه میشم ولی ازش رد میشم، دیگه توش نمیمونم، یعنی دیگه متوجهش شدم. اگه متوجهش بشی میگم رنگ خودش رو میبازه و کم رنگ میشه. وقتی پرسید که گفتم هر دو، یعنی هم خودم هم کسایی که قراره منو ببینن، یعنی شما باید به این فکر کنید کسی که میخواد وارد دنیای رقص بشه یا تو دنیای رقص، من دارم برای چی این کار؟ اگه بگی فقط برای خودت، خب قشنگی رقص یعنی که تو نمایشش هم بذاری. دیده اصلا هنر برای اینه که برای دیده شدنه. اگه من بگم فقط برای خودم، فکر میکنم که باید یکم بیشتر فکر کنم راجبش. اگه بگم فقط برای دیگران، باز باید بیشتر فکر کنم پس خودم چی؟ بله. خب پس رقص، دنیای رقص یک نوع زندگی کردنه. وقتی ما یاد میگیریم که توی دنیای رقص اولویت خودمون باشیم، یعنی من اون لباسی که خودم دوست دارم بپوشم رو باهاش دارم حال میکنم، ازش دارم لذت میبرم، خب و اینکه حالا یه سری هم خوششون نیاد اشکالی نداره. توی زندگی هم همینه، ما یه سری کارا رو میکنیم
که نمیتونیم رضایت همه رو جلب کنیم، نظر همه رو بگیریم، همه بگن آه اوکی لایف. نه، اینم همونه، یعنی کاملا یه چیز موازی و برابر. شما در کناری که داری رقص یاد میگیری، داری راه زندگی کردن تو هم یاد میگیری. دقیقا همینطوره، حق با شما. آره، یه سری هم تو زندگی ممکنه شما یه سری کار بکنی که مورد تایید همه نباشه. دقیقاً. چون شما اولویت و عشق تو هست. تو خانواده من خیلی نفرات بودن که مخالف 100% این بودن که من اصلا وارد این دنیا بشم. و من بدونه که بجنگم با کسی، وارد این دنیا شدم، این دنیا رو دنبال کردم. و خانم استارا اینو واقعا صادقانه بگم، همون آدمایی که دوست نداشتن یا مخالف این قضیه بودن الان از من حمایت هم میکنن و این برای من خیلی قشنگه. بسیار. چون دیدم این عشق رو دنبال کردم و دارم توش فعالیت میکنم و به هر حال اونطوری که خودم این توی مدت کار کردم موفق هستم، شاهد اینها بودن و دیدن که خب نه، این دنیا هم میتونه که قشنگ باشه، میتونه که واقعی باشه، میتونه که توش عشق باشه، میتونه باشه. آره، قرار نیست که همه یه شغل مشترک داشته باشن، همه یه جوری امرار معاش کنن. میتونه که به نظرم یه آدم با پشتکارش، با خلاقیت‌هاش، با ایده هایی که میاد ازشون راحت نگذره، با عشقی که به کارش داره، با بلند پروازی‌هاش، اگه اینا رو همه رو با هم جمع کنه و اینا رو دستبندی کنه و دنبال کنه، حتما توی کارش حتما موفق میشه. بسیار عالی. خب میخوام بدونم که اطلاعاتی که شما در مورد رقصهای ایرانی و رقصهای محلی ایرانی دارید، الان آموزش هایی که توی آموزشگاه خودتون میدید صرف رقصهای ایرانی هست یا نه غیر از رقص آذری رقص محلی دیگه هم آموزش میدید؟ من خودم به شخص عاشق رقص محلی هستم بسیار زیاد و اینکه دوره هاش رو ندیدم، آموزش ندیدم و کار هم نمی کنیم. رقصای فولک که خیلی برای من زیباست و خیلی برای من قشنگه و یکی از برنامه ریزی هایی که در آینده نزدیک دارم و حالا دارم کارشو انجام میدم، به قولی سرشامو میکنم و این کارا رو میکنم که استارتش رو بزنم. و اینکه راجع به رقصای ایرانی هم، خب رقصای ایرانی کلاسیک، مدرن، رقص عشق و حالا رقصای ایرانی، هر رقص ایرانی زیر مجموعه و از شاخه های رقص ایرانی باشه رو توش فعالیت میکنیم و بله کار میکنیم. بسیار هم عالی. خب پرژن باش جوایز پارسی یه بستری رو فراهم کرد برای رقصنده ها. یه کانال تلگرامی تشکیل دادیم که دو تاست، یعنی یکیش که مال سخنرانی اساتید، یکیش انجمنیه که دارن تشکیل میدن برای اینکه رقصنده ها بتونن. داشتم همین توضیح رو خدمت شما میدادم که پرژن وارز یه بستری فراهم کرده که رقصنده ها توی کانال تلگرامی به صورت انجمن دور هم جمع میشن و همدیگه رو پیدا میکنن اونجا و با همدیگه تبادل اطلاعات میکنن. داریم یه دایره المعارف از طریق اساتید رقص جمع آوری میکنیم، مطالبی در زمینه رقص های ایرانی و رقص های محلی ایرانی. میخوام بدونم از نظر شما، چون تا الان رقصنده ها هیچ وقت همیشه تو دنیای مجازی فقط توی اینستاگرام و اینا میتونستن همدیگر پیدا کنن، شما فکر میکنید منفعت این قضیه که یه جای به این صورت جمع بشن برای رقصنده ها چیه؟ به نظر من یکی از منفعت خیلی منفعت ها داره، ولی یکی از منفعتش اینه که خب یه اتحاد و یه هماهنگی توی این دنیا اتفاق میفته. البته خب ناهماهنگی همه جا هم هست، تو دنیای رقص هم وجود داره. من فکر میکنم که هر کسی تو دنیای هنر هر فعالیتی که میکنه واقعا سهمش دنیا محفوظه و این دنیای فراوانیه و همه چیز به وفور هست. من که اگر این رو بدونیم و بهش آگاه باشیم، این از این دوره هم بودنه فکر کنم نتایج خوبی میتونیم بگیریم و تصمیمای خوبی برای یه فرهنگ، برای دنیای هنر، برای رقص. که خیلی فکر میکنن که رقص یه تفریحه، ولی برای کسی که کار میکنه، برای کسی که عشقش تفریح نیست، یه زندگیه، یه دنیاه، یه فرهنگه. بله.
برای همین اگر که این اتحاده بیشتر باشه، این هماهنگی بیشتر باشه، این دست ها اگر که بیشتر بشه، خب خیلی اتفاقای خیلی قشنگتری میشه که توی این دنیا رقم زد براش. خب هر سر یه فکری داره و میتونه که میتونه این دوره همیه یا این جمعی که اتفاق میفته حالا به هر شکلی که هست و این اتحاد و هماهنگی واقعی و حقیقی خیلی چیزای بهتری توی دنیا رقم بزنه. دقیقا. خودتون از کدوم یکی از رسانه‌های ایرانی یا غیر ایرانی تأثیر گرفتی توی کارتون؟ رقصنده ایرانی، خب حالا توی دنیای رقصش خب خانم رومنا هستم که من خیلی از حالا سبکی که دارن اینطوری بگم فکر میکنم بهتر باشه. خب خیلی الهامات گرفتم، خیلی خیلی زیاد آموختم. فکر میکنم که یعنی رقص خیلی خاص و کاربردی باشه. خب اینطوری بگم رقصنده همه، من کلن همه رقصنده ها رو دوست دارم، همه خیلی چون دنیای رقص رو دوست دارم. اصلا هر کسی که در حرکته، هر کسی که توی این دنیاست، هر کسی که توی این دنیا فعالیت میکنه برای شخص من ارزشمنده. اونها سعی میکنن که از آدم ها حال بهتری بسازن و دنیا رو قشنگتر کنن. به نظر من خیلی این ارزشمنده. دقیقا همینطوره، من هم با شما موافقم، همین تصور شما رو دارم. من هم بهترین خاطره که توی کارتون داشتید چی بوده؟ خاطره خیلی زیاد دارم. نه اگر یکیشو بخواید برام تعریف کنید که خاطره قشنگی بوده. من خاطراتی که من بخوام حالا بخوام کلیشو بگم، خب ولی خب تو تعدادای زیاد اتفاق میفته، اینه که مثلا زمانی که یه نفر مثلا هنرجوی تو، بعد میبینی که خودش به این استقلال رسیده که الان داره این فعالیت رو شروع میکنه و داره وارد این دنیا میشه و این استقلال کاری، استقلال هنری رو داره پیدا میکنه و این خیلی برای من قشنگه و چون برام اتفاق افتاده، لحظه شیرین، لحظه به قولی ناب که اتفاق میفته برای من خیلی قشنگه. خب ما یه سری از هنرجوهایی که خیلی پشت کار خوبی دارن، خیلی خوب تمرین میکنن، خیلی با قدرت پیش میرن، خیلی پشت کار دارن، ببخشید من اینو درست دارم، اینها رو ما خب به قولی تشویقش میکنیم. یه سری گروه های اجرایی داریم که حالا برای جاهای مختلف، برای حالا خیریه ها، هر جایی که بتونیم، خب اجراهای مختلف ویژه بانوان داریم که این فعالیت ها رو داریم. خب به قولی اینها رو میذاریم مدیر اون گروه ها، کسایی که خب فعالیت بیشتری دارن یک گروه رو مدیریت میکنن، رهبری میکنن و اینکه خودش هم این یه انگیزه خوب میشه، یه انگیزه چجوری بگم، یه انگیزه باحالی میشه واسه هم کسی که توی اون گروه، هم کسی که سر گروهه، که خب اگه این پشت کار رو داشته باشم این موقعیت برام فراهم شه. و اینا فکر کنم خیلی خاطرات قشنگیه. همشون زیباست. بله بسیار. بله اینا خیلی خاطرات قشنگیه. اینکه در کنار اینکه تو داری رشد میکنی، یک سری آدم دیگه هم، یک سری خانم دیگه هم دارن تو دنیای هنر رشد میکنن، دارن تو دنیای هنر فعالیت پیدا میکنن، و استقلال پیدا میکنن. دقیقا. این استقلال رو پیدا میکنن. این خیلی قشنگه. دقیقا. خیلی زیبا بود. بسیار هم عالی. تو پرانتز بگم، من خودم همیشه فکر میکنم که موفقیت با مدت زمان کم اتفاق نمیفته و اینکه باید بهش رو بدیم، باید براش انرژی بذاریم، باید براش زحمت بکشیم و واقعا هر جایی پیش هر استادی، پیش هر مربی که میخوایم کار کنیم تو دنیای هنر، حالا هر هنری، این توقع رو نداشته باشیم که اونا برای ما معجزه رقم بزنن. این توقع رو برای خودمون داشته باشیم. حالا هم از درد دلای مربی ها بگم براتون، این که آره به مربی ها حق بدیم که اونها هم زندگی
شخصی دارن، اونا هم چالش های دارن، برای اینکه حالا حالا هر جایی که میریم هر مربی سیستم آموزشی خودش رو داره. خب ما یکی از حالا تو داخل پرانتز میگم، مثلا خب یه سری که علاقه مندم یه سری دوره مربیگری هم داشته باشن، یعنی مربیگری رو شروع کنم، مربیگری به واسطه نیستش که رقصنده خوبی باشی، باید بتونی آموزش رو به خوبی انتقال بدی. لزوماً یک رقصنده خوب نمیتونه یه مربی خوب باشه و هم نیاز به تجربه داره. خب وقتی میبینیم یه مربی سیستم آموزشی داره که اون سیستم آموزشی منحصر به فرد خودشه و داره کار خودش رو انجام میده و محترمه، اگر که نمیتونیم اون رو دنبال کنیم، با احترام از اون جدا بشیم و حالا بریم یک نفر دیگر دنبال کنیم، این هیچ اشکالی نداره. این که مثلا اگر یکی از ما یه نظمی میخواد، اگر از ما تمرینی میخواد، اگر از ما فعالیتی میخواد، در نظر بگیم که اول از همه این به نفع خودمونه و این که اگر حالا بی نظمی اتفاق میفته، نخواهیم که پشت اینا قایم بشیم و همه تقصیرها رو بندازیم حالا روشونه مربی. خب چرا روش نمی کنم، چرا من پیشرفت نمی کنم؟ خب دلیلش اصلا کاملا مشخصه، جوابش هم چرا این اتفاق نمیفته میشه دقیقا همونی که چی میشه تو یک فضایی یک نفر پیشرفت میکنه و یک نفر هیچ پیشرفتی نداره. خب اون درسش رو میگیره، میره تمرینش رو میکنه، تکرارش رو داره و یه نفر دیگه هم خب اون انرژی که میخواد رو نمیذاره و نتیجه هم که میخواد رو نمیگیره. دقیقا همینطوره. که داشتیم راجبش چی میگفتیم؟ آها راجب خاطره میگفتیم که من رفتم تو بحث مربی ها. بکنم یه ذره از دنیای مربی ها صحبت کنم. راجب خاطرم که گفتم بهتون، آره اینا برای من خیلی خاطرات قشنگیه و خیلی برام شیرینه واقعا. خب مثلا ما حتی این موفقیت ها رو برای بچه ها تو مجموعه هم جشن میگیریم، مثلا اینکه یه نفر سرپرست یک گروه میشه، مدیر یک گروه میشه، دوره مربیگریش رو شروع میکنه، دوره مربیگریش رو تمام میکنه، یا اینکه عضو ثابت گروه ما میشه، یا اینکه به قولی الان دیگه مربی شده یا داره از ما جدا میشه، اینا رو همه رو جشن میگیری و باعث میشه که اینا هم براشون تشویق باشه و هم انگیزه باشه و این زنجیره ادامه داشته باشه که اونها هم بگن که خب اوکی همونطور که یه روزی تشویق شدن، من تشویق کردن رو ادامه بدم. من همین زنجیره رو ادامه بدم. دقیقا حق با شماست، بسیار هم کار زیبایی میکنید. خیلی خوشحالم که اینقدر فعالیتتون عالی و زیبا و قشنگه. خب تو بخش پایانی اگر بخوام دیگه اذیتتون نکنم، خواهش میکنم. منم خیلی لذت بردم، واقعا لذت بردم. هر حرفی دارید برای رقصنده ها، حتی غیر رقصنده ها، کسایی که دوست دارن وارد این عرصه بشن و شما دوست دارید حرفی برای اونها بزنید، خواهش میکنم بفرمایید. برای که میخوام وارد این عرصه بشتن که اول از همه خوش آمد میگی، خیلی هم عالی. چرا که نه، فقط این که به این فکر کنیم که موفقیت موفق میشیم و میتونیم یه چیز رو به در فقط نیست که رو به دست بیاریم، باید بتونیم حفظش کنیم، باید بتونیم رشدش بدیم، باید بتونیم گسترشش بدیم، چه کسایی که هستن، چه کسایی که میتونن، که میخوان وارد شن. این نیستش که خب من الان دیگه موفق شدم و تمام. موفقیت مثل این میمونه که یک مادر این فرزندش رو زایمان میکنی، بچه به دنیا میاد، تو تازه باید اونو بزرگش کنی، تازه این بچه باید بزرگ شه، تازه بچه ها رو باید نمیدونم بهش غذای به موقع بدی، باید مراقبش باشی، کلی مراقبت نیاز داره و کلی تجربه و کلی این که بری تحقیق کنی، تجربه کسب کنی، به دست بیاری، بری نمیدونم سرچ گوگل کنی یه سری اطلاعات رو که خب حالا هم یه مربی شدم تمام، خب من چه کارهایی میتونم، چگونه میتونم یک مربی بهتری باشم. همطور میگذاریم طرز تهیه قرمه سبزی برام هست، چگونه میتونم یک هنرجوی خوبی باشم، حتی چطور میتونم توی یک کلاس حاضر بشم. اینا فکر کنم اگه اطلاع داشته باشیم، اگر یه اتفاقی میفته قشنگ نیست، به خاطر اینه که اطلاعات نداریم. دقیقاً اطلاعاتمون رو زیاد کنیم، اگر که سرچ کنیم، اگر که این آگاهی رو ببریم بالا، این فضاها دنیای هنر هم حتما جای قشنگ‌تر میشه. دقیقاً موافقم با حرف شما.
خیلی خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما خانم ساحل عزیزم. امیدوارم که همیشه موفق، سلامت و تندرست باشید. برای خانواده محترمتون برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و امیدوارم که پیشرفت خیلی 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 زیادتون رو ببینم در آینده و این افتخاریه برای من که امروز با شما مصاحبه کردم و امیدوارم همیشه مانا، خندان و رقصان باشید. ممنون، مرسی. ممنون از انرژی که شما میذارید و اینکه این همه اتحاد و هماهنگی و عشق رو دارید جاری میکنید. خواهش میکنم، وظیفه است. امیدوارم که راه دوری قلبتون کلی عشق بهتون. خیلی هم ازتون ممنونم، خیلی خوشحال شدم از آشنایی. من هم بهترین ها رو براتون آرزومندم. بهتون برم. من بهترین از زندگی شما و همه کسایی که اینجا دارن صدای منو میشنون، تصویر منو میبینن، بهترین ها براشون جاری بشه و جاری خواهد شد. امید به خدا، امید به خدا. حتما همینطور. خیلی ممنون. خدا نگهدار شما. خوش خدا. خدا نگهدار.